بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خدای متعال را شکر میکنم که ما را در زمانی آفرید که این ویژگی بسیار ممتاز را داشت، یعنی برقراری نظام جمهوری اسلامی در یک کشور پهناور 80 میلیونی به برکت قیام یکی از بندگان صالح خدای متعال از ذریه رسول اکرم صلی الله علیه و آله حضرت امام خمینی. و خدا رو شکر می کنیم که بعد از رحلت اون بزرگوار مسند رهبری این کشور به کسی سپرده شد که تا اونجایی که بعد از 30 سال هم ما تجربه میتونیم عرض بکنیم، کسی شایسته تر برای احراز این مقام نشناختیم، بلکه گاهی بعضی ها ادعا میکنند که ما در طول تاریخ 1400 ساله اسلام رهبری را برای یک منطقه از کشورهای اسلامی با این ویژگی ها مجموعه اینها سراغ نداریم. خدا را شکر می‌کنیم که به برکت قیام حضرت امام و بعد ادامه رهبری این نظام به وسیله این بزرگوار، خدا یارانی برای امام و پیروانی برای این مکتب و این هدف مقرر فرمود که حرکت‌های بسیار ارزنده‌ای و شاید گاهی بعضیش بی نظیر در ساحت‌های مختلف زندگی انسانی و اجتماعی تحقق پیدا کرد. و جای بیان نداره که امروز با وجود تنگناهای دائمی که از اول انقلاب تا به حال وجود داشته و روزافزون بوده و دیگه اخیراً به این تحریم‌های عجیب منجر شده، در چنین موقعیت‌های پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک و در ساحت نظامی واقع شده که مایه اعجاب دوست و دشمن در سراسر عالم واقع شده. چیزهایی که شاید دوستان نزدیک خود در خوشبین‌ترین قضاوت‌هاشون باور نمی‌کردند که در این شرایط سخت امکان تحقق داشته باشه در کشور. و اون چه مربوط ما طلبه‌ها میشه، تحول عظیمی که در حوزه‌های علمیه در موضوع تحقیق، گستره تحقیقات در همکاری با محافل علمی کشور، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و حتی با مراکز علمی جهانی در طول این مدت برقرار شده، رفت و آمد های استفاده های متقابلی بین اساتید حوزه و اساتید دانشگاه های خارج حتی از کشورهای غیر اسلامی در طول این 40 سال اتفاق افتاده که برکات بیشماری داشتی الحمدلله. ضمناً اونچه امثال بنده باید اعتراف کنیم اینه که علارغم این امکاناتی که خدای متعال به برکت خون شهدا و رهبری های حضرت امام و جانشین شایسته شون نصیب ما شده، امثال بنده در استفاده کردن از این امکانات و بهره گیری از این شرایط خیلی موفق نبودیم، گاهی هم شاید
کوتاهی کردیم. این است که از پیشگاه الهی استغفار میکنم بنده برادران به سهم خودم که اونطور که باید و شاید ما از این نعمتهای عظیم و گاهی بی نظیر که نصیبمون شد در طول این 40 سال اونطور که باید و شاید برای پیشرفت ها به خصوص در زمینه علمی و فرهنگی و علوم اسلامی و دینی اونطور که باید و شاید بهره نگرفتیم. جای این داشت که خیلی بیشتر ما از این فرصت ها استفاده کنیم. دعا میکنیم که خدای متعال تقصیرهای ما را ببخشه و به ما توفیق بده و به آیندگان ما، نسل جدید ما، که انشاءالله اونها با عبرت گرفتن از کوتاهی های ما قدم های بلندتر، محکمتر، استوارتری برای پیشرفت در زمینه های علمی و فرهنگی به خصوص در آنچه ارتباط با مسائل اسلامی و ارزش های اسلامی داره موفق بشن این قدم ها را بردارند و جبران تقصیلات امثال بنده را بفرمایند. بعد از این ستایش الهی و استغفار به درگاه خدا، همه آقایون میدونند احتیاج به گفتن نداره که حضور بنده در اینجا به عنوان جاروکش این مؤسسه فقط به خاطر ریش سفیدی است که بیام اینجا یک عرض ارادتی بکنم و خوش آمدی به آقایون بگن، وگرنه نه تخصصی در این مسائل دارن نه بضاعت علمی که بتونم چیزی عرضه بکنم و نه شرایط جسمی و حتی شرایط ذهنی در این سن با این بیماری ها و اینا اقتضا نمی کنه که مزاحم شما بشن. ولی حالا برای خالی نبودن از زیر دو تا یادآوری میکنم چیزهاییست که توجه شده بهش، کم و بیش دربارش بحث شده، حتی کتاب نوشته شده، مقالاتی، تحقیقاتی، اما عملا اونطور که باید شاید شاید در این زمینه هم کوتاهی های انجام گرفته باشه. به طور کلی که پیش از اونم خدمت سروران عزیز عرض کردم، به نظر میرسه در حد اطلاعات من که البته اطلاعات ناقصی است، هنوز برای بسیاری از کسانی که میبایست در این حرکت مشارکت جدی داشته باشند هنوز موضوع بحث و هدف اصلی از این فعالیت ها درست روشن نشد. هنوز کسانی هستند، نمیگم همه، اما هنوز هستند گوشه و کنار، هم در حوزه هم در دانشگاه، کسانی که میگن این علوم اسلامی کردن، علوم انسانی یا علوم به طور کلی یعنی چی؟ علم که اسلامی و غیر اسلامی نداره و چیزهای از این قبیل مقولات که همه شما زیاد اینا رو شنیدید و البته تأثیری در فعالیت‌های مثبت شما نداشتید. ولی به هر حال هنوز جای این خالی هست که در یه سطح وسیعی اطلاع رسانی بشه، توضیح داده بشه که هدف از این فعالیت ها که این کنگره ها تشکیل میشه، همایش ها و در رشته های مختلف علوم الان کسانی مشغول تحقیق و پژوهش هستند، هدف اصلی چیه؟ این یه نکته، این دو بخش داره. یه بخش بحث‌های تصوری و مبادی تصوری قضیه داره که اصلا وقتی ما میگیم اسلامی کردن علوم انسانی یا بیان علوم انسانی اسلامی و چیزهای از این قبیل، اصلا اینا این واژه‌هاش مفرداتش منظور چیه؟ علم یعنی چی؟ علوم انسانی یعنی چی؟ اسلام چه کاری به علوم داره؟ چه کار به علوم انسانی داره؟ تصور صحیح از این داشته باش. بعد نوبت به تصدیقش میرسه که آیا واقعا اسلام میتونه دخالتی داشته باشه در حل این مسائل یا نه؟ اون یه موضوع علاهده‌ای داره. دین کار رابطه، تنظیم رابطه انسان با خداست. این چه کار داره با پزشکی یا فیزیک یا شیمی در علوم طبیعی و یا
روانشناسی و جامعه شناسی در علوم انسانی. علمیست موضوع خودش داره، روش خاصی داره، باید به همون روش نتیجهش هم طبعا نتیجه واحدی در همه مسائل نخواهد بود. کدام علمیست که از وقتی که متولد شده تا آخرش حتی در یک عصری تمام علما نظرشون راجع به یه مسئله نظر واحدی بوده، همیشه اختلافاتی خواهد بود. این هم یک این که ما بگیم باید هدفی داریم، ما یک وظیفه‌ای داریم، باید در بعد از تشکیل نظام اسلامی و دانشگاه اسلامی شود، علوم انسانی باید اسلامی شود یا تدریس بشه یا کتاب نوشته بشه یعنی چی؟ هم مفهومش درست روشن نیست و هم این که چه کارها باید انجام. نمیگم برای هیچ که روشن نیست، میگم در سطح عمومی کسانی که باید مشارکت کنند همه برایشون روشن نیست. جا داره خود این موضوع لااقل در تحت یک مقاله مفصلی توضیح داده بشه که این کار چیه و به چه عنوان ما میگیم ضرورت. اون چه به نظر میرسه که در این قسمت توجه بهش لازمه، یکی اینه که درست ما علوم مختلفی داریم که هر کدوم موضوعی داره و درباره اون موضوع در چارچوبه خاصی بحث میکنه. وقتی بگیم علوم انسانی هم به یک معنا موضوع عامش انسان است و درباره زندگی انسانی و عرض کنم که ارزش‌های انسانی و شؤون مربوط به انسان بحث میکنیم. ولی حتی در تشخیص موضوع و شناخت موضوع ما گاهی با هم اختلاف داریم. ما که میگیم موضوع این علوم انسان است، یعنی همین هیکلی که محسوس است و دیده میشه و تحت تأثیر قوانین فیزیکی، شیمیایی، فیزیولوژیکی است و در واقع بحث در این بارش بخشی از زیست شناسی، یه موجود زنده است. یه شاخه ایش هم این است که ما درباره این موجود زنده بحث کنیم. این منظور از علوم انسانی، انسانی که موضوع این علوم هست همینه یا نه؟ خود اینکه انسان چی هست خودش تحقیقی میخواد. و البته اینجاست که استکاک واقع میشه بین علوم رایج در دنیا با اسلام. اسلام هیچ شاخ نمیگه این پیگر انسان است. بله، به عنوان اینکه مثل طفلی است، شیرخوار هم انسان است، این هم یک بخشی از وجود انسان است، مرحله از وجود انسانی است. اما انسان حقیقی را اونی که میگه که بله زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن، شما مبعوث میشید، نمیگه روح شما، بخشی از شما، لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم. صرف این نیست که فقط زنده میشید، تنبعن بما عملتم. و این تنبعن مقدمه هست برای پاداشش یا کیفر و یا ثوابی که خدای متعال مرحمت میکنه. و اون تا کی ادامه داره؟ خالدین فیها ابدا. اسلام انسان این میدونه. آیا این موضوع علوم انسانی که تو دانشگاه های دنیا مطرح هست همین انسانه؟ یا اون چه بحث میشه انسان تا لب گوره، بعدش دیگه صحبت از انسانی نیست. اگر یک کسی قائل بشه به اینکه روح باقی میمونه، اونطور که فلاسفه یونان مثلا معتقد بودن بعضی هاشون، اون منظوره که بخشی از انسان چیزی به نام روحی هست، شرط این است که این انسان زنده باشد و اینا، اون هست اونجا. اما که انسان واقعا وجود انسانیش به معنی انسان بعد از مرگ باقی باشه، اونم نه امروز و فردای تنها، الالعبد تا بی نهایت. چقدر فرق است بین این انسان و اون انسانی که در دانشگاه مطرح میشه یا عموم مردم تصور داره. خود این احتیاج داره به یک تبیینی، کجا باید تبیین بشه و بعد گفته بشه که ما حالا کدوم انسان رو داریم تحقیق میکنیم و در بحث میکنیم.
اگر وقتی وارد شدیم در این که شون انسان را تعریف کنیم، اون وقت باید ببینیم چه رابطه ای هست بین گذشته این انسان قبل از الغاد نطفهش، چه عواملی ممکنه تأثیر داشته باشه در این، چه عواملی در حین رحم، بعد در داخل خانواده، عوامل تربیتی اجتماعی، محیط جغرافیایی، اینا تأثیری دارد یا نه، و بالاخره آیا بعد از همه این عوامل تنظیم و اونها و شکل دادنش و شکل خاصی گرفتن، مسئله اختیار و اراده و اینا هم یه واقعیتی است یا خیالی است؟ عواملی تأثیر میکنن، یه بازدهی هم داره تمام میشه. علت تامش که موجود شد معلولا تحقیق پیدا میکنه دیگه، جای اعمال اختیار و حرفاین. و اگر نبود وقت جای این هست که صحبت هم مسئولیت و این حرفا بشه و ما بگذیم که ما وظیفه مون چه وظیفه ای؟ یه چیزای دلمون میخواد دنبالش میگردیم، میگه تزاهمم پیدا کرد سرکله هم میزنیم، بالاخره یکی غالب میشه، یکی معلوب، یه جنگ پیروز میشه، یکی شکست بخوره، همینه. یا نه، اینا اصلا یک دوره جنینی دومی است غیر از اون نه ماهی که ما در جنین داشتیم و هیچ انتخابی برامون نبود، یک دوران جنینی در این عالم داریم که نقش اصلی را اختیار ما، انتخاب ما ایفا میکنه و این است که سرنوشت ابدی ما را تعیین میکنه که آیا در بهشت باشیم خالدین فیها یا در جهنم باشیم خالدین فیها. چقدر فرق است به شناخت انسان با این ویژگی ها. با انسان یعنی همین که یه موجود زیستی است، یه بخشی از زیست شناسی است بحث میکنه. نه تنها فقط همین بدن انسان و جهات پزشکیش در مربوط به زیست شناسی میشه، شاید بسیاری از مکاتب معروف از دانشمندان برجسته انسان، علوم انسانی، حتی در روانشناسی انسانی معتقدند که اصلا روان یه چیز غیر از این بدن و فعل و انفعالات بدن نیست. روح که میگیم خب یه کلمه واژه‌ای است به کار میبریم، منظور برآیند فعالیت‌های مغز و سلسله اعصابه، این میشه اسمش روحه و غیر از این چیزی نیست. و حقیقتا حتی بحث روانشناسی بخشی از زیستشناسی است، شاخه از زیستشناسی، یعنی سیستم عصبی با مغز در اثر ارتباط با خارج از خود چه فعل و انفعالاتی دارن، برایندش چی میشه، این میشه روانشناسی. آیا اینه مسئله روانشناسی هست؟ روانشناسی حقیقی، حالا اسمش اسلامی نمیذاریم، واقعا همینه یا روان یه چیزیست خیلی فراتر از اینا؟ پس یک بخش درباره اینه که حتی ما شناخت موضوعات علوم بین دین و بین کسانی که سردمدار علوم انسانی و اجتماعی هستند، اصلا اختلاف اساسی وجود داره. کی باید قضاوت کنه؟ خود این یک بخشی از یه رشته علمی است. حالا فرض بفرمایید انسان شناسی فلسفی باید باشه تا این را بیان میکنه. حالا اگه خواستیم حقیقتا قضاوت کنیم که آیا اینا درست میگن انسان را یا اونا درست میگن، روش تحقیق در اینجا چیه؟ برمیگردیم با یه سلسله مسائلی که محورش را کیفیت شکلگیری معرفت‌های ما تشکیل میده، یعنی باز یه شاخه دیگه از فلسفه به نام معرفت شناسی. اگر راه تحقیق صحیح فقط تجربه های عینی منتهی به حس باشد، خود فلسفه، خداشناسی، انسانشناسی به این معنا، مسائل اخلاقی و بسیاری از علوم اجتماعی، اینا از علم خارج میشن، چون اینا از راه تجربه حسی شناخته نمیشن. آیا روحی وجود دارد یا نه؟ با چشم باید ببینه؟ اگه وجود داشته باشه که با چشم نمیشه ببینن، باعث نمیشه، تو آزمایشگاه نمیشه تجربهش کرد. چیزیست فراتر از آزمایش در راهی که برای ما تحقیق در علم معرفی کردیم. خب خود اونا کی باید تعیین کنه؟ این مسائل معرفت شناسی رو کی باید حل کنه؟ باید تجربه حسی حل کنه؟
ما میخوام ببینیم تجربه حسی چه جایگاهی داره در معرفت شناسی. یه کسی فوق اون، یه علمی فوق اون باید باشه تا بگه جایگاه علوم تجربی کجاست، در چه موضوعاتی حق تحقیق دارن. آیا ما حق داریم بگیم فقط و فقط علم اون است که از راه تجربه حسی به دست بیاد؟ خب مسئله بسیار مهمی است. همه حقایقی که ما از ماورای طبیعت داریم همش غیر حسی است. اگر احساس وظایفی میکنیم ارزش‌هایی به دنبال این دانش‌ها مطرح میشه، ارزش‌ها باز حسی و تجربه حسی نمیرسه. ارزش خداپرستی، ارزش شکر نعمت‌های الهی، ارزش عدالت و سایر چیزهایی که به این همه اساس ارزش‌های انسانی را در طول تاریخ تشکیل میداده، این ارزش‌ها از کجا پیدا شده؟ باید با تجربه حسی بشناسیم ما. خب بودن کسانی از فیلسوفان به نام مغرب زمین که معتقد بودن اصلا اخلاق یه چیز مندرآوردی است که ضعفا و فقرا درست کرده. اصل ارزش قدرت، غیر از قدرت هر چی باشه اینا چیزایی که مردم برای که از شر قدرتمندان محروم بمونن این دستگاه های اخلاقی رو درست کردن، رحم و مهربانی و اطاعت قانون و اینا، ولی اینا هیچ اساسی نداره. فیلسوفان به نام معروف مغرب زمین بعضی معتقدن نیم اساس همه ارزش ها قدرت، تو باید قدرت پیدا کنی از هر راهی شده. این مسئله کجا باید حل میشه؟ کی باید بگی؟ آخرش اگر ما معتقد شدیم در کنار حس ما یک منبع دیگری داریم به نام عقل که اون یه چیزهای حقایقی را درک میکنه، بر اساس اونها بدیهیاتی شکل میگیره، بر اساس تنظیم اون بدیهیات و پیدا کردن سقرایاتش برهان تشکیل میشه و نتیجه یقینی گرفته میشه، این یه جور فکر است و همه اینا معنی پیدا میکنه. از شناخت روح انسان، شناخت خدا، شناخت آخرت، شناخت وحی و چیزهای دیگری. اما اگه این ثابت نشد همه اینا خیالات میشه، سلیقه های شخصی، آداب و رسومی که کسانی اعتبار میکنن خودشون درست میکنن، یا ارزش هم برای چیز خواهیم بود پرست ها بود رو ارزش میدن، خدا پرست ها خدا میدن. حالا خدایی هست یا نیست که چجوره هم هست که همین لفظی میدن، اونا اینجور فکر میدن. ما بخواییم مسئله رو حل بکنیم در معرفت شناسی اول باید سعی کنیم که اساس شناخت صحیح عقل است. حتی حس و تجربه اعتبارشون از عقل میگیره، ولی صرف ادراک حسی من احساس سرما یا گرما میکنم، ممکنه خطای حسی باشه. باید تا بدیهیات عقل حاکم نباشه حتی ادراکات حسی ارزش خودش را پیدا نمیکنه. اگه این شروع شد بعد وقت عقل اگه اثبات کرد که خدایی هست و پیغمبری هست و وحی هست، باب دیگری از منبع شناخت برای انسان باز میشه. تابعین اونو میگن دین داره. حالا طبق یک اصطلاح وقتی ما توی دانشگاهامون، علمایمون، نخبگانمون، فرزانگانمون این مسئله درست برایشون حل نشده که آیا دین یک مقوله علمی است، یعنی میشه ما شناخت یقینی صحیح پیدا کنیم، یا علمی به اون معناست که یعنی چیزی که از راه حس و تجربه به دست میاد. ما کم نداریم اساتیدی توی دانشگاه اسلامی، ما خودمون بعد از 40 سال که هنوز معتقدن اگر چیزی پایش حس و تجربه حسی نباشه علمی نیست. بله قرار احترام میگذاریم، ما به آداب و رسوم هر قوم احترام میذاریم، در ارزش هاشون ما هم احترام میگذاریم، در حد چیزهای اعتباری اجتماعی است. و وقتی ما در چنین فضایی صحبت میکنیم، فکر میکنیم، بحث میکنیم، وقت میتونیم بحث بکنیم که
اسلام درباره مسائل مختلف انسانی نظر داده، آیا درسته یا نه، آیا تضاهمی شد، اختلافی شد به نظر اسلامی با نظری که علمای غربی، حالا گیرم همهشون قبول کرده باشند. اگر تضاهمی شد کدوم باید بپذیریم؟ خب پیداست اینا عالم از رشته های مختلف علوم ده ها بلکه صدها سال کار کردن این نتایج رو به دست آوردن. یا آخوند تو مدرسه میشینه کتاب ورق میزنه، یه چرخ بره بگه اون درسته یا درست نیست. تصور بسیاری از اساتید محترم دانشگاه الان کشور ما بعد از 40 سال از انقلاب میگذشته همین حدود هاست. اگر نمیگن اظهار نمیکنه، نجابت به خرج میده، احترام میکنه، یا عامل دیگری. خب این مسئله کجا باید حل بشه؟ کی باید بگه؟ تو کدوم دانشگاه؟ چند تا کتاب در این زمینه نوشته شده در این 40 سال؟ چند تا کنفرانس تشکیل شده برای حل نمیشه؟ که اولین مبنای محکم تحصیل علم یقینی برای انسان چیه؟ که همه علوم دیگه باید منتهی بشه به اون. اگر اون نباشه وحی هم اثبات نمیشه، خداش هم اثبات نمیشه. اگر اون شد چگونه باید اون رو تقویت کرد، پایه هاش رو محکم کرد، اختلاطی درش نشه، مغالطه‌ای واقع نشه، و رشته های علوم عقلی باید متناسب با اونها در سطوح مختلف علمی و در رشته های مختلف دانشگاهی به نحوی مطرح میشه و اندازه ضرورت اون رشته و اینا روش کار بشه. نمیگم هیچ کاری نشده، از پیش از انقلاب هم کارهایی شده، اما اینجور نیست که ما به استناد این نظام فکری که از عقل شروع میشه بعد به وحی میرسه و در یه مواردی میرسه که طاقت ما از فهم وحی هم ضعیفه، یا مبنی از لحاظ سند یا از لحاظ دلالت برای ما ثابت نیست، یا اونجا باید به ظنیات اکتفا کنیم. اما اصل باید دنبال اون باشیم که یقین برای ما بده، اونم این یقینی که پشتوانش بدیهیات عقلی است. شما میدونید که امروز یک گرایشی که بیش از 2000 سال پیش در بین بعضی ها در یک گوشه مطرح بود، گرایش شکاکیت، امروز به صورت‌های مختلف تو دانشگاه‌های ما مطرحه، تو دنیا مطرح است. استادی برجسته، پروفسور به نامی، دارای شخصیت جهانی میاد مطلبی اثبات میکنه، ما اینو بیان کردیم، پر از مغالطه است استدلالش. اونقدر قدرت نداره که مغالطه رو از برهان میتونه تشخیص بده و این استدلالش رو برسونه به یه پایه هایی که واقعا بدیهی باشه. پس روش تحقیقمون رو ما باید تو کار که میخوام بکنیم مشخص کنیم. اول موضوعات رو تحقیق کنیم. این علوم انسانی که بگیم، این انسان چیه؟ چگونه باید شناختش؟ آیا شناختی ما انسان رو باید بخواهیم از علوم انسانی بحث کنیم؟ یا نه از این انسان علال ابهام؟ که شجرتن خبیثتن اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. پس اول موضوعات، ماهیت این موضوعات علوم انسانی رو میشناسیم و طبعا دنبالش مسائلی که مربوط به اونهاست. دوم روش تحقیق در اینا. خب برای اینکه ما انگیزه داشته باشیم به روش تحقیق و وقتی تحقیقاتمون رو ادامه دادیم یک جای قانع بشیم که مثلا هدف ما از این کار چی؟ دنبال چی میگردیم؟ اگر همه فعالیت های علمی دانشگاهی ما پیشرفت علمی نتیجه، یعنی تکنولوژی نتیجه، یعنی رفاه زندگی مادی، خوب که تحلیل کنیم به اینجا میرسیم. حتی عدالت خوبیش آخر، چرا عدالت خوبه؟ ما اینکه مردم به هم دیگه ظلم نمیکنیم، ما هم راحت تر زندگی میکنیم.
اگه هدف ما از همه فعالیت های علمی این شد، یعنی یه بچه ای هستیم رسیدیم سن 80 سالگی، بچه هم دنبال هم مطای بچه های ریشتفیدی هستن، روش های کله گنده ای هستن، اما به مثالی انجام. اصلا هدف ما باید در زندگی چی باشه؟ از تحقیقات چی باشه؟ دستورالعمل هایی که میدیم، راهکارهایی که نشون میدیم برای زندگی فردی اجتماعی ما چه اساسی مبتنی باشه؟ آخر آخرش همینی که در دنیا هست، دور هم میشینن فرزند نمایندگان ملت رأی بدن، اکثریت نصف به علاوه یک بگن اینجور، همه باید عمل کنیم. همینه؟ در این سه موضوع ما باید کار جدی تری بکنیم. اول شناخت موضوعات اصلی بس، به دنبالش مسائل مربوط. دوم روش کار خودمون، ما با چه روشی بحث کنیم که به نتیجه صحیحی برسیم؟ یعنی با روش تجربه حسی بخوایم کار بکنیم، ببینیم روح هست یا نه، خدا هست یا نه، قیامتی هست یا نه، از کجا اون روش معتبره، اعتباری داره یا نه، خوب خیالاتی صفکاریست. حالا ضرر نداره یه دعای که نمازی هم میخونیم، حالا شاید هم این چیزی باشه، اینجور باید بکنیم یا نه، ارزش اون کار از همه اون چه در عالم تا به حال واقع شده و همه طوایف عالم و علمای عالم میکنن بیشتره، برای که همه اینا آخرش با یک عددی با توانی میشه نشون داد، اما با بی نهایت هیچ نسبتی نداره. شما ارزش های همه علوم را بیشتر یه عددی از این طرف کره زمین، قطب کره زمین شروع کنید عدد بنویسید، تا دور بزنید محیط کره زمین را، این عدد یه عدد محدوده یا نامحدود، برای یکی دیگه هم میشه پروش بذارن، محدوده. محدود با نامحدود چه نسبتی داره؟ بچه های الفبایی دبیرستان هم میدونن که هیچ چیزی با بی‌نهایت قابل مقایسه نیست. این چقدر ارزش داره تا اینکه حالا فلان رفتاری تو بچه تو خونه زندگی کودک محور باشید یا پدر سالار باشید یا مادر محور باشید یا نمیدونم کجا چیکار کنید یا چی، نتیجه چی بشه؟ نتیجه‌ش هم می‌بینید اون چی میشه، فرار بچه‌ها از خونه‌ها و بعدش هم شرکت در محافل محرم مخفیانه و بعدش هم یا کارهای سیاسی یا کارهای ضد اخلاقی. و بله خیلی معذرت میخوام از جسارت ها و از چیزهایی که برای همه واضح بود، تکرار مکرراتی بود. امیدواریم خدای متعال به برکت عنایت آقا ولی اسد جلال الله فرجه الشریف، به برکت خونهای شهدا و به کتر نیت های پاک امثال شما ها به ما جاروکش ها هم توفیق بده که در این مسیر قدمی در حد وسعمون برداریم. وفقکم الله و ایانا و السلام علیکم و رحمت الله.